نظارت میکنیم که مسافرا، همکارا پروتکل‌ها را رعایت بکنن، فاصله اجتماعی حفظ بشه. متاسفانه حتما باید تذکر داده بشه. الان قوانینی که اعلام شده به شما برای اینکه مردم باید بچه از چه نوع رعایتی رو داشته باشن چه چیزی بوده؟ در درجه اول استفاده از ماسک هستش، بعد فاصله گذاری ها هست که هم در سالن و هم در پرواز این فاصله گذاری ها انجام میشه، استفاده از ضد عفونی کننده ها هستش و بیشترین مشکلی که ما داریم فاصله رعایت فاصله است که ما نظارت میکنیم که خیلی به هم نزدیک نشن. 800 تومان پول بلیط دادم، حتی یه ذره مثلا از نظر بهداشتی به چی هست اینجا؟ یه ضد عفونی گذاشتن برای مردم که دسته چیز کنی؟ این همون بلیت 150 تومن، 130 تومن، 800 تومنه. حداقل این چند ماه گذشته رو خود چندین پرواز داشتم. پرواز خوب بوده، تقریبا 60% رعایت کردن، پروتکل رعایت شده، مسافرا هم رعایت میکنن. کرو خیلی خوب رعایت میکنن، مواد غذایی و چیزا داده نمیشه، وسایل بهداشتی مثل دستمال الکلی و اینا داده میشه. خوبه، همه چی خوب بوده. همون 60% رو که باید رعایت بکنن 60% کاملا رعایت میشه. یکی در میون مسافران نشستن و 60% کامل رعایت میشه. مسافران همه پروتکل رو رعایت میکنن چون مدام تذکر داده میشه. تر شهید سلیمانی، من از اهواز اومدم، اونجا اجرا داره میشه و حتما تست کرونا باید انجام بشه. به ما یه تستا که انجام دادن، یک جوابیه رو دادن که این جوابیه باید در حین سفر همراهمون باشه، اعتبارش هم تا دو روزه. ما تست کرونا رو انجام دادیم، چون مشکلی نداشتیم اجازه پرواز بمون دادن و الان هم از اینجا هم داریم میریم ساری. شما از زمانی که آره در واقع اومدین داخل فضای فرودگاه شدین، رعایت پروتکل ها رو چطور دیدین؟ اون چیزی که توقع داشتید بوده؟ تقریبا بوده، تقریبا رعایت میکنن. اکثر شما نگاه کنید، اکثرن که نه، میشه گفت تمامی کسانی که اینجا هستن ماسک دارن، از ماسک استفاده میکنن، فاصله ها رو رعایت میکنن. ولی مثلا یکی از ایبایی که هست تعداد صندلی‌ها برای نشستن، یا اگه تعداد بیشتر باشه فاصله 100% بیشتر رعایت میشه، ولی چون سالن کمه، کوچیکه، اونطوری که باید رعایت بشه رعایت نمیشه. به شخصی که خودم بودم، چند بار سفر کردم، خصوصا فرودگاه مهرآباد که خیلی خوب بود، یعنی هم کارکنان و هم دب ورودی و همین که نفرات رعایت میکردن. فرودگاه مقصدمون هم که ماشهر هستش، فرودگاه شرکتی هستش، کل خدماتی که اونجا میشه رایگان هستش و اونجا سفت و سخت‌تر از اینجا هستش. چرا؟ چون رایگان هست، مثلا ماسک ورودی رایگانه، ضد عفونیش رایگانه، بهترم هستش. ولی اینجا هم هیچ کمی کاستی من ندیدم توی مدتی که بودم، 3 تا سفر من داشتم توی شرایط کرونایی. راستش چیز خاصی نبود دیگه، یه آزمایش گفتم بگیرین که گرفتیم، ولی هر لحاظ این که چیزی رو رعایت کنم و مثل همیشه یه دونه اتوبوس برای همه افراد و اینکه بخوان از دستگاهی رد بشیم به عنوان اینکه الکل پاشیده بشه یا حالا رسیدگی خاصی باشه، نه مثل همیشه. از فرودگاه اهواز چطور؟ نه، هر دوش یکی بود دیگه، فرقی نداره. خب وقتی که قصد سفر رو داشتین از این دلنگران نبودین؟ اونم با توجه به این که این موج جدید رو گفته میشه احتمالاً از اهواز هست. در هر صورت وقتی کار داری باید سفر کنین دیگه.
شما از زمانی که قصد پرواز رو داشتید آیا چک کردید که نوع رعایت پروتکل ها قرار هست توی هواپیما چطور باشه؟ من چون مرتب یعنی سفر میکنم از اهواز به تهران، معمولا میپرسن که حالا همین رعایت فاصله گذاری هنوز رعایت میشه یا خیر. خب چک کردی خودتون دیدین چطور بود؟ خیلی خوب بود، همیشه رعایت شد، از روزی که اعلام کردن همیشه به این صورت بوده. الان با توجه به اینکه اهواز هم گفته میشه وضعیت مناسبی نداره، اهواز به شدت شرایطش خیلی ناجوره، خیلی خیلی به شدت شرایطش قرمز، یعنی تا یه حدی چون من خودم کارمند دولت هستم و با توجه به شرایط آب و هوای اهواز مجبوریم دو تا ماسک هم استفاده کنیم، اینه که خب به هر صورت یه سری مرزها باز بود به خاطر ورود در واقع حالا مسافران عراقی که اومدن اهواز، متاسفانه رعایت نکردن تو شهرستان ها، باعث شد که شرایط به این صورت در بیاد و همه گیر شد. همه الان شما برای اینکه از اهواز بتونید خارج بشین چه کارهایی انجام دادید؟ دیروز من و در واقع خواهرم رفتیم تست دادیم، خوشبختانه تستمون هم منفی بود و بعد از اینکه البته گفتیم بازم خیالمون راحت بشه موقع ما آلوده نباشیم، مشکلی نداشته باشیم، بعدش که اومدیم منزل بعدش بلیت گرفتیم. از نظر کرونا که والا هیچ کاری نکردن، هیچ چکی هم انجام نشد، ولی خب نسبت به مثلا 6-7 ماه پیش که پرواز می اومدن حالا رعایت میکنن و تعداد نفرات کم کردن. قبلا که کیپ تا کیپ پر بود، ولی الان از خود هواپیما آدم خیلیش راحته، ولی خب اینجا هم هیچ چکی انجام ندادن. خیر، یعنی شما وقتی که ورود داشتید چه اتفاقی افتاد، چه کاری کردن؟ مثل آدم عادی اومدم تو، مثل شما. از دوره کرونا چند بار سفر کردین؟ من هولوش فکر کنم 9 بار. توی خود هواپیما چطور هست؟ وقتی که مسافرا میشینن وضعیت رعایت پروتکل ها رو چطور انجام میدن؟ مهماندارا با مسافرا رعایت میکنن اکثرا، حالا بستگی پرواز داره، بعضی جا گوش نمیکنن، بعضی جا حالا خوب بود، اکثرا خوب. فقط یه بار مثلا اهواز رفتم، ایرباس بود فکر کنم 320 نفر بودیم همه بغل هم، خیلی عذابت بود. من فقط تو این طول چند بار یه بار اونم موقع پیاده شدن تپسنجی کردن، یعنی اصلا ندیدم دیگه چکی انجام بشه. مبدأتون کجا بود؟ ارومیه. پروتکل رعایت میشن، ولی خب آدم که مجبور باشه دیگه مطمئنه با هواپیما میان، نه اینکه مثلا با اتوبوس بیاد. الان مثلا خانم من تهران تا مهاباد 18 ساعت تو راه بوده، مجبوریم دیگه این ریسکو یعنی در واقع قبول کنیم. خب بعد خود فرودگاه ارومیه چطور بود وضعیت بررسی پروتکل ها؟ نه خوب بود، بالاخره همه رعایت میکنن تقریبا.